درس سرود برادران تصمیم گرفتیم کوک ساز رو از دو سل دو به دو سل ره ببریم که شما هم در سیدی کتاب یک و هم در آموزش کتاب دو این رو مطالعه کردین که چه شکلی کوک رو تغییر بدین. و حالا ما میتونیم ره رو بگیریم و این دوتا رو از طریق صدای اون کوک کنیم. به هر حال الان این کوک آماده است و همونطور که از قبل هم در یادداشت ها مطالعه فرمودین، هم در ترک چه شکلی ساز رو کوک کنیم نگاه کردین، متوجه شدین که ساز من نیم پرده از استاندارد پایین تره. به جایی که دو سل دو باشه، نوت سی به کار، فا دیز و سی به کار هست به صورت کلی، که الان دو سل ره کردیم و اسم این رو دو میذاریم، در صورتی که وقتی که با تیونر نگاش کنیم این اسمش سی هست. خب حالا در سرود برادران ما یک ریتم دو چهارم تقریبا تند، قبراق و سرحال داریم که نقطه دارهای متناوب پای سر هم هست و در قسمت وایبریشن روی سیم سل خیلی شدید از ما میخواد که جدی وایبریشن رعایت کنی، برای همین بالاش نوشته VIB به معنی وایبریشن هست یا ویبراسیون که انجام خواهید داد. تمام سیم های بم ری دست باز سیم بم خواهد بود و از قبل هم که صحبت کرده بودیم سکوت های چنگ رو میتونیم به انواع مختلف بنوازیم. شروع میکنیم درس شماره 6 سرود برادران. که فا دیز در سیم سل پایین دسته دقیقاً بالا سر خود سل رو سیم سل هست و حالا از ما میخواد که هم ویبراسیون رو رعایت کنیم هم همزمان ریز بزنیم. پس اول ساده کار میکنید و بعد از مدتی با ریز کار میکنید. این تقریبا یه کاریه که تمرین میخواد، کار آسونی نیست، برای همین هی رو تمام سیم هاتون این نو وایبریشن همراه با ریز رو تجربه کنید. در ضمن وقتی که فادیز دیگه الان چون کوکمون دو سل ره هست رو سیم بم احتیاجش داریم، به جای می به کار میشه، هم میتونید با انگشت دوم بگیرید هم با انگشت سوم. چرا؟ چون خود سیم دست باز ره هست، پس می میاد جای ره، فای معمولی میاد جای می بمول، پس حالا فادیز میشه جای می به کار. در درس شماره 7 رنگ آذربایجانی باز چند تا نکته جدید داریم. به معنی کرشندو و دکرشندو دقت بفرمایید. وقتی که شما یک زاویه رو میبینید در خط دومتون میزان سوم ولت اول که از یک نوک باریک شروع میشه و بعد بزرگ میشه، معنی اینه که صدا رو از آروم ببرین قوی کنید. بهش میگن کرشندو. و دقیقاً برعکسش میشه دکرشندو.
یعنی اینکه کاملا از بلند بیاین ضعیفش کنید. پس به این نکات دقت میفرمایید. چند بار میبینید در این درس به مزو فورته، فورته و پیانو هم دقت بفرمایید و همچنین اتصال هایی رو میبینید که روی نوت دومه، یعنی چنگ نقطه دار دوم. الان همین الان در خط سوم میزان اول دقت بفرمایید، وصل فا به یه فای نقطه داری که به یک می وصل میشه. ما تا حالا همچنین اتصالی نداشتیم، همیشه اتصالمون از نوت اول شروع میشد. اینجا اول باز درس رو ساده میزنید به صورت خیلی مساوی، فا فا می، بعدش به این شکل شروع میکنید این همین رو اجرا کردن. بعد به یک روشی می دوم رو بدون مضراب صداشو در میارین. به چه شکل؟ فا رو مضراب میزنین، فای دوم هم مضراب میزنین و بعد انگشتتون بلند میکنید به یه شکلی، یه مقدارم میکنید که صدای می در بیاد و بعدش در نهایت یه ره. چند بار تکرار میکنم. پس می مضراب نداره، فا فا ره فا فا ره. روی جای مختلف میتونید تمرین بفرمایید. اگه این حسش در بیاد یواش یواش بهش یک ریزی هم میدیم. ریز باعث میشه و اون حس قطعه باعث میشه که نقطه دار بودنش هم رعایت بشه. حالا این می رو در پله اول میتونید دیرتر بزنید، بیشتر رو ره تاکید بود، یعنی فا فا ره. فای دوم رو حساب بکشین که نقطه دار بشه. حالا با ریز دقت بفرمایید، می انقدر گذرا هست، یه چپ خیلی مختصر بهش تعلق میگیره، ولی سریع ره بعدی برای شما باید مهم باشه. این تمرین میخواد مبادا به این شکل بنوازین، یعنی می رو سوا بزنه چپ راست و قشنگ بشنوید. نه، باید این کاملا در داخل اون حل بشه، در ریز و به یک ره برسه. یا حالا این نوع اتصال رو در این درس خیلی شما ملاحظه می‌فرمایید. لطفا به درس 7 دقت کنید. رنگ آذربایجانی درس شماره 7. شماره 8 آهنگ چوپان ملاحظه می‌فرمایید با سرعت قطعه مشخص شده که با مترونومتون جور می‌کنید و یک سری علائم داریم که همون اولش یک علامتی داریم که ستاره ما بهش میگیم در موسیقی ایرانی. دقت بفرمایید که اونو یک جای دیگه هم در درس باید ببینید، به معنی اینی که اونو تکرار کنیم دوباره اون قسمت رو. مثل فلش میمونه، مثل علامت میمونه، یا همون ساینی که میذارن مثل همین شکل، یعنی ما باید تو ذهنمون بسپاریم اون قسمت دوباره تکرار بشه. نوت جدید دو دیز در پایین دسته رو داریم. وقتی که در تارهای ما از دو تاره یک پرده بینش هست که اسمش هست رکورون و دو دیز این بین وجود نداره، شما میتونید این پرده رکورون رو موقت یه مقدار بیارین بالاتر و دو دیز رو خودتون بسازین، یعنی سی بمول الان تو این درس استفاده میشه و بعد دو دیز و بعد ره. تو این درس الان ما سی بمول می بمول داریم و یک جایی دو دیز داریم و فا دیز هم داریم. دو لاچنگ های پشت سر هم داریم، بعضیاشون به صورت اتصال، بعضیاشون به صورت راحت میتونیم راست چپ بزنیم یا حتی راست راست. دقت بفرمایید. Thank you.
نوت‌های یک ضرب و نیمی داریم، مثل سیاهای نقطه دار، و اگر هم نداریم یک سیاه داریم با یک سکوت چنگ، بازم اون میگین ر و سکوت ر، مثل خط دوم ولت اول. ما میخواییم درس 11 رو درس بدیم، آهنگ دو به دو، آهنگ محلی کردی که البته ریتمش هم باید شما بتونید قادر باشین تون بزنید همزمان با اتصال ها و غیره، نوت های زینت و تمام ریزکاری هایی که میبینید. باز درس 9 و 10 گام هست در فاماژور و به شما یاد میده فاماژور چی هست. اینها چیزایی که ما در موسیقی ایرانی خیلی بهش الان نمیپردازیم، فقط بدونید که تاکید رو فاه و سی بمول دارین. حالا با این شکل توضیحات درس 11 رو دقت بفرمایید. بله سی بموله، تمام علائمش رو از قبل فرا گرفتیم و اتصال های متناوب داره، اما یک انگشت گذاری 2-1-2-1-2-1 سری میبینیم در همون خط اول میزان آخر که از می شروع میشه میره ره دو انگشت 2-1. اینجا باید این انگشت رو سری به 2-1 تبدیل کنید و اینجا هم همینطور. این تمرین رو برای خودتون بارها و بارها انجام بدین، از همین می شروع کنید تا بالا دسته ساز برین با نوت های سی بمول، بقیه نوت هاتون میتونه به کار باشه. البته اینجا یک لحظه همون قسمت اول می رو بمول کرده بود، ولی در فاماژور سی به کاره. یا از هر نوتی از سل میتونید شروع کنید، یا با انگشت سه شروع کنید یا با انگشت دو، و 2-1-2-1-2-1 رو تمرین کنید. ببینید راهش چیه، آروم انجام میدم. سل فا، حالا میتونید راست بزنید یا چپ. همون لحظه ای که میخواین مزرا بزنید باید این فا رو بردارین، انگشتش از یک بشه به دو و بعد می، این شکل رو تکرار کنید، ولی یک لحظه خاص و زمانبندی هماهنگی عجیبی بین مزرا و پنجتون باید باشه. و همچنین رو سیم های سل و بم هم کار کنید و دقت بفرمایید اینجا ما کوک ساز رو از دو سل ر به دو سل دو برگردوندیم. لطفاً به درس 11 دقت بفرمایید. ریتارداندو در قسمت آخر درس، خط آخر میزان دوم، به این معنی که به تدریج کند کنید و فید کنید و درس رو به انتها برسونید. میتونستیم اینو ریز بزنیم که من برای شما طبق سلیق شخصی خودم ریز زدم، ساده هم میتونید بزنید. نوت های پایینش که میبینید دو می فا دو دو سی لا، به معنی اینه که یک تار دوم شما رو همراهی کنه. تمام نوت های زینت از قبل درس داده شده، ابتدا اونا رو ساده بزنید بدون ریز به این شکل، به عنوان مثال خط چهار رو میزان دوم. و بعد به مرور که خوب ریتمش رو احساس کردین و نواختین، یواش یواش میتونید بهش ریز بدین. این چه شکلی؟ دو تا کاملا راست دارین، ریزتون از چپ و بعد نوت بعدی هم میتونه راست باشه هم چپ، به هر نحوی که زدین کاملا به این شکل میتونید تقویتش کنید.